بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انجینر صاحبای گرامی، احوال شما بخیر. امیدوار هستم که بخیر و بسلامت بوده باشیم. با ادامه سلسله دروس مضمون کلکولس یک در درس امروز خود، ما میپردازم به قسمت باقی مانده سکشن یک سی. در لکچر امروزی، در ختم درس امروزی، ما قبل از اینکه به عملی کمباینیشن یا ترکیب توابعی و توابع مرکب بپردازم، قبل از او یک مثال چهارم که از ما شما مانده بود که بحث مدلینگ با استفاده از توابع مثلثاتی بود، به او میپردازم. در ختم درس امروزی شما یاد میگیریم که چگونه با استفاده از توابع مثلثاتی مدلینگ انجام بدیم. در قسمت یک نشانی براتون فعلا بگویم، در قسمت در حقیقت برای شما یک گراف داده شده، یک گراف داده شده. از شما خواسته شده که بین این گراف در مستوی کارتیزیانی محور x محور y یک گراف داده شده. از شما خواسته شده که بین این گراف یک معادله پیشنهاد بکنین. شما میگین که گراف ما بسیار زیاد مشابه به تابع مثلثاتی ساینه، میگین مدل ما از جنس ساین میباشه. به هر صورت شما در ختم درس امروز یاد میگیرین که چگونه حوادث طبیعی را با استفاده از توابع مثلثاتی معادل بکنین. علاوه بر او باز شما میپردازین به عملی ترکیب توابع و یک نوع جدید از توابع را که به نام توابع مرکب. چرا در قضایای طبیعی یا در کارهای عملی شما بیشتر هم روی توابع مرکب برمیخورین. به هر صورت من آغاز میکنم بحث خوده، از مثال چهارم بحث خود آغاز میکنم. در مثال چهارم ما این اگزمپل خود در نظر میگیرم، اگزمپل چهارم خود ما در نظر میگیرم به این شکل. این اگزمپل چهارم ما بوده باشه، اگزمپل چهارم میگم. من اینجا ایره ما جا بجا میکنم، اگزمپل چهارم ما بوده باشه. من گراف مربوطیش هم در نظر میگیرم، گراف مربوطی از ایره مد نظر میگیرم. انجینر صاحبای گرامی، در مثال چهارم، در مثال چهارم در حقیقت تعداد ساعات که روز می باشه، تعداد ساعات که روز می باشه در تاریخ های مختلف از سال بر کشورهای مختلف داده شده. شما از درس جغرافی تان می فهمین که هر درجه عرض البلد شمالی یک منطقه خاص نشان میده. شما تصور بکنین که کشور افغانستان بوده باشه. 60 درجه عرض البلد شمالی شما تصور بکنین که این افغانستان بوده باشه. شما این در نظر میگیرین که افغانستان بوده باشه. من در نظر میگیرم 60 درجه عرض البلد شمالی. اینی درجه شما تصور بکنین که هند بوده باشه. اینی در وقتی شما در نظر میگیرین 40 درجه عرض البلد شمالی، تصور بکنین که ایران بوده باشه. 30 درجه عرض البلد شمالی تصور بکنین پاکستان بوده باشه. به می شکل ادامه دارم. به هر صورت در اگزمپل چهارم برای شما معلومات در ارتباط به تعداد ساعات که روز است در کشورهای مختلفه، در کشورهای مختلف بر شما داده شده. فرضاً افغانستان رو در نظر بگیریم. اینی گراف که شما در نظر میگی، اینی گراف، این گراف در حقیقت تعداد ساعات رو نشان میده که روزه. مثلا در ماه مارچ، در ماه مارچ شما میبینین که 12 ساعت روز داریم. وقتی 12 ساعت روز باشه، آنن شما میفهمین که 12 ساعت دیگه شبه. مثلا در ماه جون، ماه جون افغانستان تقریبا بیشتر از 18 ساعت روز داره. اینی محور در حقیقت ساعاتی که روز نشان میده. او ای تا ای محور تاریخه. مثلا شما در ماه اکتبر وقتی میبینین، در ماه اکتبر دینی دا تاریخ، در تاریخ میبینین که 10 ساعت روزه. 10 ساعت شما میفهمین عملا که همه ساله در طول سال روز شب کوتاه و دراز شده میره. مثلا در اینی ماه دسامبر که ماهای هوت بوده باشم، ماه دلوه بوده باشه، در این ماه دلوه میبینین که تعداد ساعت روزا بسیار کوتاه است. تقریبا 5 ساعت ممکن شما روز داشته باشین. به این شکل اگر ما بخوایم کشور ایران در نظر بگیرم، 40 درجه عرض البلد شمالی، در 40 اینی گرافه که شما در نظر، اینی گرافه که در نظر میگیرین، اینی گرافه
دی گراف شما میبینین که دمای مارچ 12 ساعت روز داره، این دمای جون وقتی که شما در نظر میگین اینی گرافتان تقریبا بیشتر از 14 ساعت روز داره، دمای سپتامبر تقریبا 12 ساعت روز داره و دمای دسامبر تقریبا 9 ساعت روز داره. 9 ساعت خیلی ما الفا میدیم. اتو میگیم در اگزمپل چهارم، در اگزمپل چهارم در حقیقت معلومات در ارتباط با تعداد ساعت هایی که روزه برای کشورهای مختلف. در اگزمپل چهارم برای شما گفته شده که اینی گراف در نظر بگی، 40 درجه عرض البلد شمالی ده، 40 درجه عرض البلد شو اینی گراف جدا در نظر بگی، برای یک مدل ریاضی که پیشنهاد بکو اینی گراف، گرافتان تقریبا یک شکل داره، اینی گراف در نظر بگی برای یک مدل پیشنهاد کو 40 درجه عرض البلد شمالی. ایره در کتابتان انجینر سایبا کار کرده اتو یک مدل به دست آورده که برای در نهایت مدل به دست آورده که 12 مثبت 2.8 ساین 2 پای بر 365 تی منفی 80. ایره باز خودتان کار بکنین. من به خاطر از اینکه تنوع شده باشه من اینی 60 درجه عرض البلد در نظر میگیرم، این 60 درجه عرض البلد شمالی برای اینی گراف، برای اینی گراف یک دانه مدل پیشنهاد میکنم. به خاطر از این من گراف خودم میام اینجا، من اینمی گراف جدا در نظر میگیرم، اینمی گراف من جدا در نظر میگیرم، میرم من در گذشته رسم کردیم، فقط اینجا میام جا به جایش میکنم، این گراف من به شکل مستقل رسمش کردیم. اینی گراف اینجا سایبای گرامی، اینی گراف را که شما میبینید، اینی گراف، اینی گراف که در اینجا است بر 60 درجه عرض بلد شمالی، اینه میرم من اینجا تنها رسمش کردیم. شما میفهمین قسمت اعظمی از این یه دیگه من خب به شکل تخمینی 18.4 ساعت در نظر گرفتیم، این شکل من تصور کردیم. خب از ما خواسته شده که بر من اینی گراف داده شده، اینی گراف بر من داده شده، از ما خواسته شده که بین این گراف یک دانه مدل پیشنهاد بکنم، یک تا مدل ریاضی که اینی گراف ماست، به اینی گراف از ما خواسته شده که یک دانه مدل ریاضی که پیشنهاد بکنم. خیر خلاص اینی می گراف در نظر بگیرم که از تاریخ 21 مارچ شروع شده تو به این شکل تا به تاریخ 21 دسامبر، چرا در کتابتون بر شما گفته شده که این گراف بین تاریخ 21 مارس تا به 21 دسامبر. خب خیلی از ما هدف ما در مثال چهار میست که برای اینی گراف یک تا مدل ریاضی که پیشنهاد بکنم. انجینر صاحبای گرامی، ما قبل از اینکه برای این مدل پیشنهاد بکنم یک بحث مقدماتی کوتاه برای شما من اینجا کار میکنم. شما نسبت مثلثاتی ساین میشناسین یا تابع مثلثاتی ساین میشناسین؟ وقتی من در نظر میگیرم در مستوی کارتیزینی من تابع مثلثاتی ساین میگم که میشناسین، اینجا من کارش میکنم، اینجا اما تو به شکل مقدماتی برتون کار میکنم. شما تابع ساین انجینر سایبا میشناسین؟ تابع ساینتان وقتی گراف شده نظر میگیرین، تابع ساین این تابع ساینتان است، اتی یک گراف داره، تابع ساینتان وقتی در نظر میگیرین اتی یک تابع داره، این گراف داره، این تابع ساینه. وقتی شما بر از این معادله نشته میکنین بر تابع ساینتان میگین که وای مساوی است، وای مساوی است. بر از این وقتی که معادله نشته میکنین بر تابع ساینتان وقتی معادله نشته میکنین میگین وای مساوی است، ای از جنس ساین نشته میگه وای مساوی به ساینه. به این شکل چند وای مساوی به ساین ایکس، این محور محور ایکس بوده باشه، این محور محور وای. یک جمله رو متوجه باشین انجینر سایبای گرامی، در این تابع ساینتان شما چند چیز دارین، یکی ضریب ساین دارین، اینجا یک ضریب دارین، اینی ضریبتان هر چیزی که هست، شما هر نامی که میدین، معمولا در حالت عادی ضریب از یک است، در حالت عادی ضریب از یک است، اینی ضریب ما نظر به بیشترین قیمت، این ضریب شما به نام امپلیتیود یاد میکنین، امپلیتیود، اینی امپلیتیود تان است یک واحد، اینی هم امپلیتیود تان است یک واحد است. خیلی تو میگم اینی ضریب ساین نشان دهنده امپلیتیود است با استفاده از پایین ترین قیمت، پایین ترین قیمت منفی یک، بالاترین قیمت مثبت یک، با استفاده از پایین ترین قیمت یا نظر به پایین ترین قیمت و بیشترین قیمت به دست میاد. معمولا میره به حرف ای یاد میکنن، امپلیتیود ما مساوی است به بالاترین قیمت، بالاترین قیمت مثبت یک، منفی پایین ترین قیمت، پایین ترین قیمت ما منفی یک، منفی پایین ترین قیمت بر دو. شما وقتی را محاسبه میکنین، وقتی را کار میکنین آتا یک چیز میشه، منفی زر منفی مثبت میشه، یک جمع یک دو میشه، دو تقسیم دو یک. به مخاطر میگین ضریب ساین ما باید یک باشه. ضریب اکس ما یا ضریب متحول ما نظر به پریود تعیین میشه، نظر به پریود تعیین میشه.
تعیین می شود. شما تصور بکنید، فرض بکنید که پریود از دو پایه، یعنی یک دور مکمل خود در دو پای تکمیل میکنه. خیلی ما ذریب از معمولا ذریب از وقتی که شما در نظر میگیرین، ما به حرف بی نشامش میتوم، به حرف بی ذریب از به حرف بی نشام میتوم. میگم شما میگین پریود مساویس به همیشه من حیث یک رابطه کلی دو پای بر ذریب اکس، ذریب اکس ما هر چیزی که بوده باشه. شما وقتی ادامه میتین در اینجا وقتی کار میکنین میگین مساویس به مساوی است به دو پای ضریب اینی، ببخشید میره، من وقتی را کار میکنم قیمت دو پا دو تیره من میفهمم، جای اردوی ازیر تبدیل کردم میتونم بیره در جای ازی میبرم، تیره در جای ازی دو پای ایواز پریود، ایواز پریود چون اینجا قیمتش دو پای، دو پای وزن میکنم، دو پای تقسیم دو پای حاصلش یک میشه. به مو خاطر ضریب اکس شما وقتی در نظر میگیرین یک واحد در نظر میگیرین. خب انجینر سایبای گرامی، شما تابع مثلثاتی ساین بر شما گرافش داده شد، با استفاده از گراف بر از این مدل به دست آوردین، مدل از این وای مساوی به یک ضرب ساین اکس. گفتم این امپلیتیود ماست، این هم ضریب اکس. حالا شما تصور بکنید این گراف نیست، ما میخوایم که اینی گراف برش مدل به دست بیارم، یک تا مدل ریاضیکی بر اینی گراف میخوایم به دست بیارم. شما هم تو پیش خود تصور بکنید ما یک تا گراف در اینی قسمت در نظر میگیرم، ما میخوایم که مدل از این به دست بیارم. شما هم در نظر بگیرید پیش خودتون ات یک گراف در نظر میگیرم. نشانی از این گراف چیز، این گراف ما را پریودش به اندازه 200 واحده، فقط همون تو بپذیرین که پریودش 200 واحده. قیمت اعظم ایره میفهمین، قیمت اعظمیش هم میفهمین. خب ما وقتی رو در نظر میگیرم محور اکس ماست، محور اکس ماست و محور وای ماست. ای شما ای یک تابع مستوی دمست، یک گراف در مستوی کارتیزنی بر ما داده شده. خب از ما خواسته شده که برای اینی گراف ما مدل تعیین بکنم، مدلش رو بدست بیارم. فقط برای شما گفته شده که اینی نقطه‌ای که در نظر میگیرین انتقالک شده، انتقالک صورت گرفته به صورت افقی، به صورت افقی به اندازه 20 واحد انتقال شده، به صورت عمودی، به صورت عمودی به اندازه 30 واحد انتقال شده. اما تو پیش خود بپذیری 30 واحد به طرف بالا رفته، 20 واحد به طرف راست حرکت کرده. خب هر زمانی که ما میخوایم معادله از این نشته کنم، میگم گراف مشابه و تابع ساینه، فقط تابع ساین ما شفت شده، حرکت کرده، به اندازه 30 واحد به طرف بالا رفته، به اندازه 20 واحد به طرف راست آمده. خیلی من میگم وقتی معادله از این رو نشتم میکنم، میگم معادله از این از جنس تابع ساین وای مساوی به ساین در نظر میگیرم، اینجا در سایبای گرامی از جنس ساین ما در نظر میگیرم، ساین اکس میگم، ساین اکس میگم. خب شما از درسای قبلیتان میفهمین، از درسای قبلیتان میفهمین که هرگاه گراف ما به طرف بالا حرکت کرد، به طرف بالا حرکت کرد، تابع ما جمع معدد میشه، جمع 30 واحد میشه، تابع ما جمع معدد میشه، جمع 30 واحد. هرگاه گراف ما به طرف راست حرکت کرد، اینجا ای بالاست، ای هم به طرف راسته، به طرف راست حرکت کرد، اکس ما منفی هم عدد میشه، منفی 20 واحد میشه. این رو من در نظر گرفتم. بعد از او ما شما گفته بودیم ضریب اکس، ضریب اکس نظر به پریود تعیین میشه، پریود، پریودش 200. ما شما گفته بودیم پریود مساویست به 2 پای تقسیم بی، ضریب زیر شما به نام بی یاد کرده بودین، یعنی ضریب زیر به نام بی، دو پای بر بی. شما وقتی قیمت بی را میخواین به دست بیارین، دو پای تقسیم پریود، پریود ما 200 تقسیم 200. شما وقتی را ساده میسازین، دو را همراه 200 اختصار میکنین، میمانه پای بر 100. خب اینجا ما پای بر 100 نشته میکنم، پای بر 100 اینو من نشته کردم. دک علاوه بر ازی شما وقتی میخواین تعیین بکنین، علاوه بر ازی شما در نظر میگیرین نظر به بالاترین قیمت بالاترین قیمت ما هر چنده که است، تصور بکنید که بالاترین قیمت ما 75 بوده باشه و پایین ترین قیمت ما هم تصور بکنید 28 بوده باشه. نظر به بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت امپلیتیود تعیین میکنین یا ضریب ساین تعیین میکنین، ضریب تابع، ضریب ساین شما به نام ای یاد کرده بودین، گفته بودین که ضریب ساین ما ای ما مساویس به بالاترین قیمت 75 منفی پایین ترین قیمت ما 28. اتو در نظر میگیرین تقسیم دو، تقسیم دو وقتی را ساده میسازین 75 منفی 28 وقتی که شما میکنین، هر چند قیمتی که به دست آمد ارزم این میشه 7 میشه، در کنار از 5 که 6 که 2 بر 47 بر 2 میشه. وقتی شما 47 تقسیم دو میکنین تقریبا 23.5 میشه،
23.5. خیلی ضریب ساین ما 23.5. بر صورت بر ما شما یک تابع داده شد، اینی تابع مشابه به تابع ساین بود، شما روی محور افقی حرکت کرده بود، به طرف بالا حرکت کرده بود، اینی نظر به پریود تعیین میشه، این هم نظر به بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت. حالا من میم راحت برای اینی گراف، برای اینی گراف ما تعیین میکنم که کدام قیمت ها را باید بگیرم. خب این گراف ما بسیار زیاد مشابه به تابع ساینه. خب من میگم این گراف ما بسیار زیاد مشابه به تابع ساینه. وقتی من گراف نشون میکنم میگم وای مساویس به، وای مساویس به ساین در نظر میگیرم، وای مساویس به ساین اما تو در نظر میگیرم مشابه به گراف تابع ساین. البته گراف تابع ساین ما انتقال پیدا کرده ده اینجا، مشابه به گراف تابع ساین، ساین اکس میگم، ساین اکس. شما هر بار دقت بکنید این گراف، وقتی که ما شما دقت میکنیم این گراف حرکت کرده، هم به شکل افقی حرکت کرده، به شکل افقی، به شکل افقی حرکت کرده. چقدر حرکت کرده فکرتون باشه؟ صفره. ماه جنوری 30 روز، ماه فوریه 30 روز، 30 روز 30 روز 60 روز میشه تا به این گراف. یک چیز متوجه باشین که از تاریخ 21 مارچ، اینی تاریخ تاریخ 21 مارچ، اینی تاریخ تاریخ 21 دسامبر، از 21 مارچ تا به 21 دسامبر. خب خیلی 30 روزی میشه، 30 روز هم این میشه و 21 شروعش است، 20 روزی میشه، 30 جمع 30 60، 60 جمع 20 80 میشه. خیلی 80 واحد به طرف راست حرکت کرده. هرگاه گراف ما به طرف راست حرکت شوه، بهتون میگیم تابع، اساسا تابع ساین از صفر شروع میشه، ولی در اینجا وقتی که ما میبینیم گراف تابع ما به طرف راست شفت شده. هرگاه گراف تابع به طرف راست شفت شوه، اکس ما منفی معدد میشه، منفی 80 میشه، منفی 80. و به طرف بالا وقتی که ما میبینیم، ما متوجه میشیم که گراف ما به طرف بالا هم حرکت کرده. چند واحد به طرف بالا حرکت کرده وقتی ما دقت میکنیم؟ از صفر به طرف تا به 12، در 12 قرار داره، 12 واحد به طرف بالا. هرگاه گراف ما به طرف بالا حرکت کنه، تابع ما خود ساین جمع اون معدد میشه، جمع 12 میشه، جمع 12 واحد میشه. خیلی 12 اینجا نشته میکنم چون به طرف بالا رفته، اینجا منفی 80 نشته میکنم به خاطر که به طرف راست شفت شده، شفت شده. نظر به ضریب اکس، نظر به پریود تعیین میکنیم، نظر به پریود. اول باید ما شما پریود از این گراف تعیین بکنیم، پریود از این باید تعیین بکنیم. اینجنر سای بای گرامی ای گراف، گراف چیست؟ ای گراف در حقیقت تعداد ساعت روز نشان میده. یک جمله را متوجه باشین، یک جمله را متوجه، دو تا جمله براتون میگم. جمله اولی، در طول سال روز شب ما کوتاه و دراز شده میره، همیشه شب و روز در روز در طول سال، در طول سال کوتاه و دراز شده میره، کوتاه میشه دراز میشه. خب جمله دومی را که من براتون میگم، جمله دومی مایی است که هر سال در تاریخ معین عین چیز تکرار میشه، همه ساله در تاریخ معین عین چیز تکرار میشه. مثلا شما تصور بکنین من فعلا سال که من قرار دارم فعلا در سال 1399 ما شما قرار داریم، 1399 سال 1399 است. تاریخ 7 میزان شما در نظر بگیرید، من متو به شکل تخمینی میگم، در تاریخ 7 میزان، در تاریخ 7 میزان در سال 1399 ما شما 11 ساعت روز داریم، 11 ساعت روز داریم و 13 ساعت شب داریم، 13 ساعت شب داریم. فکس یک سال بعد، فکس یک سال بعد، این در سال 1400 شما اگر باز 7 میزان برین مطالعه بکنین، 7 میزان دوباره عین چیز تکرار میشه، 11 ساعت روز می داشته باشین و 13 ساعت شب می داشته باشین، 13 ساعت شب. شما این در زندگی حتما تجربه کردین، یعنی شب و روز ما کوتاه و دراز شده میره و در هر سال همه ساله 1399 1400 در تاریخ معین عین چیز تکرار میشه. خیلی حادثه، حادثه چه معنا؟ یعنی تعداد ساعت روز ما یک حادثه پریودی که انجینر صاحب بای گرامی این یک حادثه، حادثه پریودی که یک جمله ما میگم، حادثه پریودی که وقتی حادثه پریودیک میگم یعنی یک حادثه که تکرار شده میره، یک حادثه که تکرار شده میره. پریود ما چقدر است؟ بعد از یک سال تکرار میشه، بعد از یک سال. شما چی بگین یک سال، چی بگین 365 روز عین معنا را میده. خیلی پریود ما 365، بر صورت پریود ما من میگم که 365،
365. خب در اینی تابعی که من اینجا در نظر گفتم، ضریب اکس ما نظر به پریود تعیین میشه. ضریب اکس شما به نام بی یاد کرده بودیم، به نام بی. ما همیشه در تابع مثلثاتی اصله، در تابع مثلثاتی همیشه پریود تان مساوی است. پریود دو پای بر بی، همیش من حیث یک اصل کلی. خیلی من میگم پریود مساوی است به دو پای بر بی. قیمت بی رو ما میخوایم به دست بیارم، دو پای خودش، یعنی در حقیقت جاهای هر دوی زیر مخرج از یک، جای هر دوی زیر تغییر میتوم. این پریود ما در اینجا ما 365. 365 خیلی عوض بی قیمت شو وزن میکنم، دو پای بر 365، دو پای بر 365. ضریب ساین ما نظر به بالاترین قیمت و پایینترین قیمت تعیین میشه. ضریب ساین شما به نام ای یاد کرده بودین، ضریب ساین به نام ای یاد کرده بودین. ما در اینجا من ضریب ساین تعیین میکنم، قیمت ای را تعیین میکنم. این جنس با مساوی است به بالاترین قیمت، یعنی بیشترین قیمت ما. شما اگر دقت بکنید بیشترین قیمت ما 18. یک چیز متوجه باشین این جنس های گرامی که ما این قیمت ها رو به شکل تخمینی در نظر گرفتیم. یعنی اینی قیمته، اینی قیمت تقریبا 18.4 ساعته. چه معنا؟ یعنی در تاریخ، در تاریخ این ما به طرف پایین میارم، در تاریخ شما تصور بکنین که در تاریخ در ماه جون، در ماه جون این یک تاریخ، فرض بکنین تاریخ 25 جون باشه، 18.4 ساعت روز می داشته باشه، این بالاترین قیمت. اینی رو ما به شکل تخمینی گرفتیم. در 21 دسامبر، در 21 دسامبر این تاریخ که ما در نظر می گیرم، اینی هم به شکل تخمینی 21 دسامبر تقریبا 5.4، کدام مشکل نداریم. خب خیلی ما میگیم که ضریب ساین نظر به بالاترین قیمت، بالاترین قیمت ما در روی گراف 18.4 واحده، 18.4 واحده میره در نظر میگیرم، 18.4 واحده. منفی پایین ترین قیمت، پایین ترین قیمت ما 5.4 واحده، پایین ترین قیمت ما 5.4 واحده. بر دو میگیم بالاترین قیمت منفی پایین ترین قیمت بر دو. شما وقتی رو تقسیم میکنید 18.4 منفی 5.4 13 میشه، 13 تقسیم دو، 13 تقسیم دو تقریبا 6.5 واحد. یعنی ضریب ساین ما باید 6.5 واحد باشه. انجینر سایبای گرامی، من سوال خود تکرار میکنم. در اگزمپل چهارم، در اگزمپل چهارم برای ما در حقیقت یک مدل داده، یک ریل ورد فنومنا، یا یک برای ما یک ایونت داده شده بود. چی؟ برای ما یک حادثه داده شده، حادثه طبیعی. حادثه طبیعی ما چی بود؟ که تعداد ساعات روز در تاریخ های مختلف برای کشورهای مختلف داده شد، برای افغانستان، برای هند، برای ایران. هر گراف در حقیقت یک کشور نشان میده که در یک تاریخ معین چند ساعت روز داشته. در ماه جون در هر تاریخ معین در کتابتون 40 درجه عرض البلد شمالی در کار کرده بود که مربوط کشور فیلادلفیا میشد. ما اینی گراف در نظر گرفتم، جدا میره رسم کردم به خاطر ترسیم. گفتم یک تابع پریودیک. چرا تابع پریودیک میگم؟ به خاطر که در تاریخ معین بعد از یک سال تکرار میشه، عین حادثه تکرار میشه. میره در نظر گرفتم بگم این گراف ما مشابه و گراف ساین، وقتی مشابه و گراف ساین شد تابع ساین خود در نظر میگیرم. اینی ضریب اکس ما، ضریب اکس ما نظر به پریود تعیین میشه. شما میگین که پریود دو پای بر بی، نظر به شما قیمت از زیر تعیین میکنین، قیمت بی ما میشه دو پای بر 365. ضریب ساین ما نظر به بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت. بالاترین قیمت از کجا کرده میره ادامه دادم؟ مثلا در اینجا اینی گراف بود، فکرتان باشه اینی گراف من اینجا ادامه دادم، اینی رو ما گرفتیم 18.4، اینی رو ما ادامه دادیم قیمت چه گرفتیم 5.4. چه مشکله؟ بالاترین و پایین ترین به شکل تخمینی ما اینجا انتخاب کردیم. میگم بالاترین منفی پایین ترین تقسیم دو. خب باز ما میبینیم گراف ما شفت شده، هم به طرف راست شفت شده، هم به طرف بالا شفت شده. یک چیز متوجه باشین که در کتاب از ماه مارچ گرفته، ماه جنوری فبروری رو مانده. ما به خاطر اینکه شما خوبتر بفهمین ماه جنوری و فبروری رو اینجا علاوه کردیم. آخه از ماه جنوری تا به تاریخ 21 مارچ 80 روز میشه. خیلی من میگم چون 80 واحد گراف ما به طرف راست شفت شده منفی 80 میکنیم، چون 12 واحد به طرف بالا، اساساً گراف باید در صفر میبود، چون به طرف بالا رفته
تابع ما را جمع میکنیم. در حقیقت 12 جمع 6 شاره 5 ضرب ساین 2 پای بر 365 ضرب x منفی 80. اینی گراف های دیگه را که در نظر میگیرین دیگه چیزی فرق نمیکنه، فقط ضریب ساین فرق میکنه و ضریب x فرق میکنه، دیگه هیچ کدام از این کدام تغییرات نداره. ما این در حقیقت اگزمپل چهارم تا ما کار کردم. بعد از این بحثی را که در نظر میگیریم بحث کمباینیشن یا بحث ترکیب توابع است، بحث کمباینیشن میگیم، کمباینیشن میگیم یا ترکیب توابع، کمباینیشن و فانکشنز میگیم، فانکشنز میگیم یا ترکیب توابع میگیم، ترکیب توابع، ترکیب توابع میگیم. اینجنر سایبای گرامی، از زمانی که ما میگم ترکیب توابع، ترکیب توابع چه معنا؟ هرگاه دو تا توابع داشته باشیم، این یک توابع است، اف ایکس یک توابع است، جی ایکس دیگه توابع است. ترکیب توابع چه معنا؟ هرگاه دو تا توابع رو با هم دیگر جمع بکنیم، اف ایکس جمع جی ایکس، اینا رو با هم جمع بکنیم، اینا رو با هم تفریق بکنیم، دو تا توابع رو با هم جمع بکنیم تفریق بکنیم، اینا رو با هم ضرب بکنیم، جی اکس با هم ضرب بکنیم و علاوه بر ازی دو تا توابع رو با هم دیگر تقسیم بکنیم، اف اکس تقسیم جی اکس. با عنوان مثال ایره به نام ترکیب توابع یاد میکنیم. با عنوان مثال ای باشه اکس مربع، ای باشه جذر اکس، دو تا توابع داریم. ترکیب از اینا رو اگه بخوایم به دست بیارم، اکس مربع جمع جذر اکس میگیم، اکس مربع جمع جذر اکس. اینجا میگم اکس مربع منفی جذر اکس میگم، اینجا ما وقتی در نظر میگیرم منفی جذر x، اینجا ضربشان میکنم، x مربع ضرب جذر x و x مربع تقسیم جذر x. خیمه شما ارگاه دو تا تابع داده شد، اینا رو با هم دیگر ترکیب هم کرده میتونیم، هم با هم جمع کرده میتونیم، هم با هم ضرب کرده میتونیم. خیلی ترکیب توابع اجرای عملی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم بالای دو تا توابع، اینا رو به نام ترکیب توابع یاد میکنیم. بحث بعدی که ما در نظر میگیم بحث کامپوزیت فانکشن هاست یا توابع مرکب میگیم، کامپوزیت فانکشن ها میگیم، کامپوزیت فانکشن میگیم، کامپوزیت فانکشن میگیم، فانکشنز میگیم یا توابع مرکب میگیم. اینجا یه چیز فرق میکنه، یک بحث متفاوت انجینر سایب گرامی، بحث کاملا متفاوته. خب به خاطر از اینکه بحث درک کرده باشین، من یک بحث مقدماتی میکنم. توابع مرکب، توابع مرکب، انجینر سایب گرامی شما معمولا هوا من متوجه یک بحث مقدماتی میکنم. تصور بکنیم که ما پدر را در نظر میگیرم، خدا حفظ بکنه پدر را، ما پدر را در نظر میگیرم، برادر کلان را در نظر میگیرم، یک حادثه را متمن در نظر میگیرم و برادر کوچک را در نظر میگیرم، برادر کوچک. اینجا رسای بای گرامی شما را دقت کرده باشین، برادر کلان، پدر یک کمیت کاملا مستقل است، یک کمیت آزاده است، صاحب اختیار هر چی که دلش بخواه انجام میده. برادر کلان تابع پدره، برادر کلان ما تابع پدره، فانکشن اف پدره، برادر ای خی تابع شد، ای تا برادر کلان تابع است، وابسته است، برادر کلان ما وابسته به پدره. برادر کوچک تابع برادر کلان، ای تابعش است، میگم ای تابع برادر کلان. شما رو دقت بکنین، اینی برادر کوچک به نام تابع مرکب یاد میکنیم، تابع مرکب. چرا تابع مرکب میگیم؟ میگیم تابع مرکب کدام تابع رو میگیم؟ هرگاه یک تابع ما تابع یک تابع باشه، اینی جا برادر کوچک تابع است، خود از این تابع یک تابع دیگه است، این در حقیقت پیروی از یک شخص میکنه که خود از این تابع است. ما باز تکرار میکنم، هرگاه یک تابع ما وابسته به یک تابع دیگه باشه، وابسته، شما هرگاه دقت بکنید این تابع وابسته به یک کمیت مستقله، ایره برادر کلان تابع است، اما این تابع تابع ساده است، تابع ساده ما ایره یاد میکنم، به نام تابع ساده یاد میکنم. چرا تابع ساده میگم؟ به خاطر اینکه وابسته به یک کمیت مستقله، اما اینی تابع رو به نام تابع مرکب یاد میکنم. چرا؟ به خاطر که تابع ما وابسته به یک تابع دیگه است. خیلی تابع مرکب کدام تابع است؟ عبارت است هرگاه یک تابع ما وابسته به یک تابع دیگه باشه، اینا رو به نام تابع مرکب ما شما یاد میکنیم. شما هم فرض بکنید که ما به حرف x نشان میدیم، خیلی برادر کلانم خود وقتی که ما در برادر کلانو به حرف y نشان میدیم، اینو به حرف u نشان میدیم، y ما تابع x است، وای ما تابع x، انجینر صاحب گرامی، وای ما تابع از جنس x است. شما رو در نظر بگیرین به عنوان مثال وای مساوی به 3x مربع منفی 6، اما یوی خود وقتی که ما در نظر میگیریم
یوی ما از جنس وایه، یا تابع وای ما میگیم، جی وای ما میگیم، یوی ما از جنس وایه. فرضاً شما در نظر بگیرین سه وای منفی شش وای مربع به این شکل. به هر صورت خی تابع مرکب هرگاه یک تابع ما وابسته به یک تابع دیگه باشه، این به نام تابع کامپوزیت فانکشن یا تابع مرکب ما یاد میکنیم. انجینر صاحبای گرامی، به خاطر تسهیل فهم ما یک چند تا مثال برتون در نظر میگیرم. معمولا ما دو نوع توابع می داشته باشیم، سیمپل فانکشن می داشته باشیم یا تابع ساده. سیمپل فانکشن می داشته باشیم، سیمپل فانکشن، و کامپوزیت فانکشن می داشته باشیم. کامپوزیت فانکشن ما میگم، فانکشن میگم. اینجنر صاحب گرامی، توابع ساده مشهوره، معلومه، اینا رو ما میشناسیم. مثلا وای مساوی به ایکس مربع یک تابع ساده است، وای مساوی به ساین ایکس یک تابع ساده است، وای مساوی به جذر ایکس یک تابع ساده است، وای مساوی به ای به نمای ایکس یک تابع ساده است. اینو من میشناسم. شما به این شکل دیگه در نظر گرفته میتونید ایکس مربع، ساین ایکس، جذر ایکس، ای به نمای ایکس. هرگاه تابع ساده کدام تابع رو میگم؟ هرگاه قاعده ما یک تا متحول باشه، دقت بکنید من تعریف تغییر دادم، هرگاه قاعده ما یک متحول باشه، هرگاه آرگومنت ما یا داخل نسبت مثلثاتی ما یک تا متحول باشه، تحت جذر ما یک تا متحول باشه، تابع ساده است. تابع ما تابع ساده است. هرگاه توان ما یک تا تابع باشه، این به نام تابع ساده یاد میکنیم، به نام توابع ساده یاد میکنیم. تابع مرکب چیست اینجا صاحب گرامی؟ وقتی ما میگم تابع مرکب، هرگاه قاعده ما را که در نظر میگیم، مربع اینجا شما دارین، اینجا شما وای مساوی به ساین دارین، وای مساوی به ساین دارین، یا اینجا شما وای مساوی به جذر دارین، جذر، یا اینجا شما دارین وای مساوی به ای به نمای، هرگاه قاعده ما یک تا ایکس نباشه، یک افاده الجبری باشه، مثلا 3x منفی 6 باشه، آرگومنت ما تنها x نباشه، یک افاده باشه، فرضاً x مربع منفی 2، تحت جذر ما یک افاده الجبری باشه، عوض x شما داشته باشین افاده الجبری، مثلا 2 جمع ساین x داشته باشین، 2 جمع تحت جذر ما یک افاده الجبری باشه، توان ما x نباشه، یک افاده الجبری باشه، فرزند 5x جمع 1 باشه. خی توابع مرکب کدام توابع است؟ از کجا ما توابع مرکب میشناسیم؟ توابع مرکب در حقیقت توابعی است که شما وقتی توابع مرکب در نظر میگیرین، در توابع مرکب قاعده ما یک افاده باشه، داخل نسبت مثلثاتی یک افاده، تحت جذر ما یک افاده باشه، و توان ما یک افاده باشه. اینجوری صاحب گرامی، معمولا بر شما دو تا توابع داده میشه. از شما خواسته میشه که ترکیب توابع را به دست بیارین. معمولا بر شما دو تا تابع داده میشه، از شما خواسته میشه که ترکیبشان را به دست بیارین. به عنوان مثال ما در نظر میگیرم fx مساوی است به x مربع و gx مساوی است به 3x منفی 5. دو تا تابع بر ما داده میشه، یک تابع، دو تابع. اتو میگیم معمولا برای شما دو تا تابع داده میشه، از شما خواسته میشه تابع مرکب به دست بیارین. شما به دو شکل تابع مرکب برای فعلا به دست آورده میتونین. میگیم تابع مرکب f با g، تابع مرکب f با g، میگن f of g، f of g، f of g x میگن، f of g x میگن. حالت بعدی شما تابع مرکب g را نظر به f به دست میارین. حالت دومی تابع مرکب g را نظر به f به دست میارین، میگن g of f x میگن. حتما این را در مباحث مکتبتان هم کار کردین. انجینر صاحب گرامی، هر زمانی که برای من گفت f of g x چه معنا؟ در تابع f، در تابع f، در تابع f، در تابع f، شما وقتی در نظر میگیرین میگم در تابع f، ایوال اینی تابع f هم، اینی تابع، تابع f هم. شما وقت در نظر میگیرین اینی تابع ما، تابع f هم. چی میگم؟ در تابع f ایواز متحول مستقل ایواز x تابع g رو وزن میکنیم، ایواز x g x رو نشته میکنیم. هر زمان گفت f of g یعنی در تابع f عوض متحول مستقل g را وضع میکنیم، عوض x g x را وضع میکنیم. چه معنا؟ شما دارین f 3x منفی 5، 3x منفی 5 چه معنا؟ یعنی در تابع f هر جا که x دارین 3x منفی 5 نشته کنین. اینجا x دارین، x مربع میگم، عوض x اینی قیمت نشته میکنیم 3x منفی 5. یک تا تابع مرکب به دستم آمد. بین شکل هر زمانی که بر ما گفته میشه
هر زمان که بر ما گفته میشه که جی آف اف اکس بعد اس بیارم چی میگم؟ در تابع جی عوض متحول مستقل اف نشته میکنیم، در تابع جی عوض متحول مستقل اف اکس نشته میکنیم، تابع اف نشته میکنیم. یعنی اینی تابع جی ماست، اینی تابع جی ماست، عوض اکس، عوض اکس تابع اف نشته میکنیم، تابع اف نشته میکنیم. خیلی ما میگیم جی تابع اف اکس ما اکس مربع است، اکس مربع است. خب خیلی هر جا که اکس دارین، اینجا اکس دارین، ایواز اکس، اکس مربع، شما 3 ضرب اکس دارین، منفی 5 دارین، ایواز اکس ما اکس مربع را نشته میکنیم، در حقیقت 3 ضرب اکس مربع منفی 5 میشه. این یک تابع مرکب، این یک تابع مرکب. ما از کتابتان مثال، ما به کتابتان وقت مراجعه میکنم، اگزمپل 5 سابق کار کرده بودیم، بحث کم با این شرح کار کردیم، در کنار از او بحث کامپوزیت فانکشن براتون تعریف کردم، اگزمپل ششم ما کار کردم، اگزمپل ششم ما کار کردم، شما میشه که باز در نظر بگیرین، اگزمپل هفتم خودتان کار بکنین، این اگزمپل پنجم و میره وقتی که در نظر میگیرم، ششم ما کار کردم، اگزمپل هفتم خودتان کار کنین، در اگزمپل هشتم باز برام یک 3 تا تابع داده شده، از ما خواسته شده که ترکیب از اینا رو بدست بیارم، راحت ما هر 3 تابع رو در نظر میگیرم، هر 3 تا تابع رو در نظر میگیرم، 3 تا تابع بر من داده شده، از من خواسته شده که ترکیب از اینا رو به دست بیارم، ترکیب از این تابع رو به دست بیارم، من میری در نظر میگیرم، بر من 3 تا تابع داده شده. اینجا در سایبا یک تابع اف ایکس داده شده، بر من تابع اف ایکس داده شده، اف ایکس تابع جی ایکس داده شده، جی ایکس داده شده، راحت من در نظر میگیرم، اف ایکس ما هست ایکس بر ایکس مثبت 1، جی اکس ما هست اکس به نمایده، و تابع اچ اکس بر ما داده شده، اچ اکس ما هست مساوی به اکس مثبت 3. از ما چه خواسته شده؟ از ما خواسته شده که اف آف جی آف اچ ترکیب 3 تا تابع را به دست بیارم، از ما خواسته شده که چیزی که نامعلومه ترکیب هر 3 از این اف آف جی آف اچ اکس به دست بیارم، هیچ ما مشکل ندارم، ما براهی نامعلومه، از ما خواسته شدی رو محاسبه کنم، به خاطر به دست آوردن از این من در نظر میگیرم f of g of h x، ما راحت در نظر میگیرم، راحت. شما به ترتیب پیش میرین، به ترتیب پیش میرین، ما هر زمانی که میگم f of g، f of g به ترتیب از خارج به طرف داخل، f of g ما به رنگ دیگه در نظر میگیرم، یک رنگ دیگه در نظر میگیرم بر شما رو، f of g چه معنا؟ در تابع f عوض متحول مستقل جی رو نشته کنین، در تابع اف، در تابع اف عوض متحول مستقل، اینی تابع اف عوض متحول مستقل تابع جی رو نشته کنین، جی اکس نشته کنین، جی اکس نشته کنین، اه جی اکس نشته کنین، به شکل من نشته کردم، این شد اف آف جی. حالا بعد از یک قدم پیشتر میرم، جی آف اچ چه معنا؟ جی آف اچ یعنی در تابع جی عوض متحول مستقل اچ نشته کنین، در اینی تابع عوض اکس اچ نشته کنین. خیلی اینجا عوض اکس، اینی اکس رو که من اینجا نشته کردیم، این رو پاک میکنم، عوض از این ما اچ اکس نشته میکنم، عوض از این ما اچ اکس نشته میکنم، ما عوض از این اچ اکس نشته میکنم. خب ما این قوس خود باز تکمیل میکنم که بر شما واضح باشه، اتو اینجا HX نشته میکنم، من میگم HX نشته میکنم، HX من باز بحث خود تکرار میکنم، بحث میست F of G یعنی در تابع F عوض متحول مستقل G، در تابع F عوض متحول مستقل G، G of H یعنی در تابع G عوض متحول مستقل H، این عوض متحول مستقل H نشته کردم. به ترتیب ما ایره ساده ساخته میریم، من میگم F of G، G اما من HX ها HX قیمت شو وزن میکنم، HX ما قیمتش X مثبت 3 است، X مثبت 3 است، X مثبت 3 است. اینجا نرسای باید شما اینی قسمت ساده میسازین، اینی قسمت ها، اینی قسمت ها ساده میسازین. چطور ساده میسازین؟ بگم F در تابع G هر جا که X دارین X مثبت 3 نشته کنین، اینی تابع G ماست، هر جا که X دارم X مثبت 3 نشته میکنم، عوض X X مثبت 3 نشته میکنم. شما اینجا X به نمای 10 دارین، X به نمای 10 دارین، اینی G X مثبت 3 یعنی در تابع G هر جا که X دارین X مثبت 3 نشته کنین، عوض اینی X شما دارین X به نمای 10،
عوض x من نوشته میکنم x مثبت 3 بنابایی نوشته میکنم x مثبت 3 نوشته کردم به این شکل. بعد از او f x مثبت 3 کل بنمایده یعنی چی؟ یعنی در تابع f هر جا که x داریم x مثبت 3 نوشته میکنیم، x مثبت 3 کل بنمایده نوشته میکنیم. خیلی تابع f ماست اینی ایواز اینی x هم نشته میکنم x مثبت 3 کل بنمایده، ایواز از هم x مثبت 3 کل بنمایده. های من نشته میکنم که x مثبت 3 شما هرگاه دقت بکنی این x بر x مثبت ایواز x نشته میکنم x مثبت 3 بنمایده. من نشته میکنم به این شکل x مثبت 3 کل بنمایده. من میره واضح تر نشته میکنم اینجا کارش میکنم x مثبت 3 بنمایده تقسیم x مثبت 3 بنمایده جمع یک واحد. شما رو دقت بکنین در تابع f اینی تابع f بود، هر جا که x داشتم x مثبت 3 بنمایده نشته کردم x مثبت 3 بنمایده. مثال بعدی رو میام در نظر میگیرم، اگزمپل 8 رو کار کردم، میام به حل اگزمپل 9 میپردازم. انجینیر صاحب گرامی در اگزمپل 9 یک بحث متفاوته، یک بحث کاملا متفاوته، خیلی ساده هم است خیلی بحث متفاوته. تفاوت بعضی چیز اینجا است با یک تفاوت داره. تا به فعلا بر شما توابع ساده داده می شد، شما رو دقت بکنید یک توابع ساده است، این یک توابع ساده است، یک تا توابع ساده برتون داده شد، دو تا داده شد، سه تا. از شما خواسته شد ترکیب توابع، توابع مرکب خواسته شد. بر شما توابع ساده داده شده، توابع ساده داده شد، از ما خواسته شده توابع مرکب به دست بیاریم. توابع مرکب نامعلومه، توابع مرکب نامعلوم. در اگزمپل نوم بر ما توابع مرکب داده شده، توابع مرکب داده شده، توابع مرکب داده شده، از ما توابع ساده خواسته شده. F چی است؟ G چی است؟ و H چی است؟ اینو میگم بر ما در حقیقت اینی توابع داده شده، گفته شده که بر ما داده شده که F of G of H، f of g of h x ما مساوی است به کوساین مربع x مثبت 9. این تابع داده شده، از ما خواسته شده f به دست بیاریم، g به دست بیاریم، h به دست بیاریم. بسیار به سادگی فقط یک چیزی که دی بالا ما برتون اشاره کردیم اینی رو همیشه به خاطر داشته باشین. مرکب چیز قاعده ما یک افاده باشه، داخل نسبت ما یک افاده باشه، تحت جذر ما یک افاده باشه، توان ما یک افاده باشه. بهتون میگیم هرگاه بر ما یک تا تابع مرکب داده شد، هرگاه بر ما یک تا تابع مرکب داده شد، آغاز کار خود از قسمت داخل میکنیم، از داخل به طرف خارج حرکت میکنیم، از داخل به طرف خارج حرکت میکنیم، از داخل به طرف خارج میبینیم، میبینیم هر قسمتی که احساس میکنیم تابع ما را مرکب ساخته او را جدا میکنیم. اینی تابع ما را مرکب ساخته، این را جدا میکنیم این قسمت داخلی، میگیم hx ما اینی را جدا میکنیم x مثبت 9 جدا میکنیم، x مثبت 9 نام میدیم قسمت داخلی. قسمت داخلی ما هر چیزی که باشه hx، هر قسمتی که احساس میکنیم تابع ما را مرکب ساخته جدا میکنیم، به جایش یک تا متحول ساده نشته میکنیم تنها x. اینجا میمونه f of g x مساوی است به کوساین. اینی شما از درس های مکتب تان میفهمین که هرگاه توان کوساین ما مربع بود ایره به توان کل نشته کرده میتونین، کوساین x کل مربع گرفته میتونین، کل مربع در نظر گرفته میتونین. اینی قسمت ما تابع ما را مرکب ساخته بود خارج کردم، عوضش تنها x نشته میکنم، کل مربع میگیم، کل مربع. بازم در قسمت بعدی قسمتی که احساس میکنم تابع ما را مرکب ساخته، اینی قسمت تابع ما را مرکب ساخته. چرا ایده من میگم تابع ما را مرکب ساخته؟ به خاطر که ما شما در اول گفته بودیم که تابع ساده قاعده ما تنها x میباشه، هرگاه قاعده ما یک افاده بود تابع مرکب، اینجا قاعده ما یک افاده است، کوساین x یک افاده است. به هر صورت قسمت که تابع ما را مرکب ساخته خارج میکنم، نامش میمونه این قسمت داخلی gx ما، gx ما مساوی است به کوساین x و ایره خارج میکنم، بجایش یک تا متحول ساده میمانم، این میمانه fx ما، میمانه fx ما مساویس به x بنمای 2، x بنمای 2 در حقیقت ما تابع fx به دست آوردم، تابع gx به دست آوردم و تابع hx. باز من یک تکرار کوتاه میکنم، در تکرار کوتاه خود من میگم برتون که هرگاه یک تابع مرکب داده شد،
از شما خواسته شد تعبیر ساده بسازید. یک چیز ما بگویم که ایره در این قسمت هم نشته کرده میتونین که کوساین اکس مثبت 9 کل به نمای 2 نشته کرده میتونین ایره. بر صورت از قسمت داخل هر قسمتی که احساس میکنین تابعیتان مرکب ساخته خارج میکنین، این x مثبت 9 رو خارج کردین، نامیتین قسمت داخلی از داخل به طرف خارج h x میگین. بعد از او وقت خارج کردین به جایش یک تا متحول ساده نش وضع میکنین، x تا وضع میکنین، کوساین x رو خارج میکنین، نامیتین g x. بعد از داخل هر چیزی که ما نامش میمونین f x. به میجا دیگه ما احساس میکنم که چپتر ما سکشن خلاص میشه، ما بازم اکیدا توصیه میکنم که به حل پرابلمات این سکشن ها بپردازین در تمرین، به تمرین ها که میباشم. برای شما آرزوی صحتمندی و سلامتی میکنم. لکچر آینده ما انشالله که در لکچر آینده ما شما میپردازیم به بحث اکسپوننشیال فنکشن ها سکشن 4. آرزوی موفقیت براتون دارم، سربلند و با عزت بمانید.